إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. و السلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. هر جا که هستید براتون اوقات بسیار خوبی را آرزو میکنم. از خدا میخوام که طاعت و عبادتتون مورد قبول خداوند منان قرار گرفته باشد. در رمضان که یکی از دروازه های بهشت است و بزرگترین سبب برای دخول بهشت، روزه ماه مبارک رمضان هست. یکی از مواردی که در این ماه اتفاق میافتد و خداوند برای اون اجر و ثواب بسیار فراوانی را قرار داده است، مسئله قیام شبهای رمضان هست که پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه رمضان رو، شبهای رمضان رو قیام کنه و نماز شب بخونه، گناهان پیشین اون بخشیده می شود. و هر کسی هم که لیلة القدر رو دریابد، گناهان اون بخشیده می شود. حتی اگر گناهان اون به اندازه کف دریاها هم باشد، باز بخشیده می شود. در فضیلت این بسیار حرفا زده شده است. خداوند یک شبی از شبهای این ماه مبارک رو در 10 روز آخر انتخاب کرده است برای اینکه وحی رو در اون نازل کند و در اونجا وحی نازل شود و به عنوان بهترین شب سال و به عنوان شبی که خودش به تنهایی از 1000 ماه، یعنی از 84 سال عمر انسان مهمتر، با برکتتر، با فضیلتتر هست و این رو در این ماه قرار داده. خدا می فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی عما یشرکون. ببینید خدا میفرماید خدا هر چی رو که بخواهد انتخاب میکند و هر چی رو بخواهد میآفریند. خداوند ماه ها رو، سال ها رو، روز و شب رو آفریده است و از میان آفریده های خود یک شب رو انتخاب کرده است به عنوان لیلة القدر، شبی که شب قدر هست، شب ارزش و ارج هست و شب بسیار مبارکی است. خداوند این شب رو انتخاب کرده است برای اینکه گناهان بندگانش را بیامرزد، قلم عفو بر گناهان بندگان بکشد. این شب بزرگ رو انتخاب کرده است تا رحمات و برکاتش رو فرو ریزد. این شب رو قرار داده است که شبی است که در اون شب گردنها از آتش جهنم آزاد می شود، یعنی کسانی که مستحق عذاب جهنم بوده اند، خداوند اونها رو آزاد می کند و رهایی می یابند از اون. در این شب، شبی است که بهتر، پربرکتتر، پرخیرتر از 83 سال از عمر انسان هست. در این شب هست که گناهان بخشیده می شود و دارای خصائصی است که در واقع امید تائبین هست. این شب کسانی که می خواهند توبه کنند، این شب فرصتی است بسیار پرغنیمت که قلم کشیده شود بر گناهان گذشته انسان و پرونده اون صاف و زلال و شفاف و روشن گردد. داره خصائصی این شب که در اون قرآن نازل شده است. خداوند قرآن رو در این شب نازل کرده است و اون رو این گونه ستوده است که فرمود از 83 سال ارزشش بیشتر و برکتش بیشتر است، که فرمود اینا انزلناه فی لیلة مبارکه. ما این رو در یک شب مبارک فرو فرستادیم و اون شب مبارک شب قدر هست که در روزها یا شبهای فرد ماه مبارک رمضان، دهه آخر ماه مبارک رمضان قرار داده. دیگر صفات اون این هست که خداوند در اینجا ملائکه فراوانی رو فرو فرستاد همراه با نزول وحی. فرمود تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. خداوند در اون روز، در اون شب ملائکه رو فرستاد. ملائکه همه همراه با جبرئیل و همراه با قرآن کریم که همه اینها اسکورت میکردند از عظمت این کتاب و از عظمتی که در این شب رخ داده است. همچنین خداوند وصف فرموده از این شب رو، فرمود سلام هی حتی مطلع الفجر.
فرمود که این شب شب سلامی است، سلامت از عذاب جهنم، سلامت از همه بدی ها و عذاب ها و سختی ها هست، همراه خود برکت و رحمت می آورد، در نتیجه بی برکتی، بی رحمتی، خشونت، سختی، عذاب و همه اینهایی که وجود دارد رو می زداید. و در جای دیگری فرمود یفرق فیها کل امر حکیم، در این شب هست که همه امور دنیا تقدیر می شود و این گونه است که این شب دارای چنین درجه بسیار بسیار والایی است. وقتی که خداوند بحث لیلة القدر می کند می فرماید و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه می دونی که لیلة القدر چی هست؟ اینقدر بزرگ و عظیم هست که تو نمی دونی در عظمت اون چی هست، چقدر عظیم هست، چقدر بزرگ هست. و این سؤال سؤال تعجبی است، تو چه می دونی چقدر لیلة القدر عظیم هست؟ و اما در بحث این بسیار حرف ها هست، حرف ما این هست که یکی از درهای بهشت وجود نماز شب و تهجد هست، وجود نماز شب و قیام رمضان، نماز خوندن در این شب ها در دیگری از دروازه های بهشت رو به روی ما باز می کند. و این گونه است که پیامبر اکرم علیه السلام این شب رو بسیار ستوده اند و می فرماید خداوند وقتی که دستور می دهد به پیامبر و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میگه اما از شب پاسی از شب رو تهجد کن که نافله هست برای تو، یعنی جزء امور اختیاری هست، اموری است که به اختیار خودت انجام میدی و اضافه بر واجبات و طاعات که فرض هستند این نماز شب رو هم اضافه بر اون انجام بده. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که خداوند تو رو در یک مقام ستودنی مبعوث گرداند و برانگیزد، انتخاب کند. و این دلیل بر این است که نماز شب سببی برای مقام محمود هست، نماز شب، تهجد شب این هست که اون مقام محمود رو برای پیامبر اکرم علیه السلام به ارمغان آورده است. و هر کسی که پیرو رسول الله علیه السلام هست این کار رو انجام بدهد قطعا سرانجام محمودی خواهد یافت، سرانجام ستودنی خواهد یافت. یا در مورد انسان‌های صالح می‌فرماید تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اینهایی که روی تخت خوابشون خوابیدن، دراز کشیدن، در اونجاست که فاصله می‌گیرن از تخت خوابشون، بلند می‌شوند و خداوند رو می‌خوانند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خداوند رو می‌خوانند، هم خوف از مقام و عظمت خداوند دارند و هم طمع در بخشش و رحمت خداوند دارند. یرجون رحمته و یخافون عذابه، هم رجای رحمت خداوند رو دارند و هم خوف از قهر و غضب الهی در دلشون هست. این دوتا هست که با این دو بال دارن پرواز میکنند. یا در مورد باز متقین میفرماید در سوره زاریات میفرماید کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، بخ پاس کمی از شب رو میخوابند، بقیه رو بیدار میشوند و نماز میخونند و قیام میکنند. و این همه دلیل بر عظمت این موضوع است. در کل سال انسانهای متقین گونه هستند ولی در رمضان خاص‌تر هست. در اونجاست که رسول الله علیه السلام همونطوری که در روایت اومده اذا دخل رمضان شد معذره، در رمضان که میومد و شد معذر میکرد، نشانه این که باید تلاش بیشتری کرد، باید قیام بیشتری کرد، دعای بیشتری کرد، نماز بیشتری خوند. و قیام رمضان در این ماه واقعا در بهش رو به روی ما میگشاید. و این گونه است که در حدیثی که ام المؤمنین عایشه روایت میکنند میفرماید که پیامبر اکرم علیه السلام اینقدر به پا می ایستاد و نماز میخوند و قیام میکرد، در طول قیامش، در این که زیاد مشغول عبادت میشدند، یتفطر قدما، تا جایی که پاهای مبارک پیامبر اکرم علیه السلام تورم میکرد، یعنی ورم میکرد و باد میکرد پاهای پیامبر اکرم علیه السلام. و حضرت عایشه گفت که لم تصنعوا هذا یا رسول الله، ای رسول خدا چرا این کارو میکنی؟ مگه نه این هست که تو پیغمبر خدا و خداوند گناه قبل و پیش تو رو بخشیده است و گناهی نداری، چرا اینقدر خودت رو
یعنی به تعبیر ایشون خودت رو اذیت میکنی، نیاز به این همه نیست، تو یعنی مژده بهشت به داده شده پیامبر خاتم هستی و همه چیزهای خوبی که بود رو در مورد پیامبر میگفت. پیامبرم فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده سپاسگزاری نباشم؟ همین که گناه من بخشیده شده، همین که بهشت نصیب من شده، همین که پیامبر هستم، اینها همه بر من لازم میگردانه که شکر این نعمت رو بکنم، لازم هست شکر این نعمت رو به جا بیارم. و اینکه خداوند به بزرگی خودش رحمت رو نصیب من کرده دلیل بر این نیست که ادامه ندم. ببینید چه نعمت بزرگی است قیام شب، چه نعمت مهمی است انسان این نعمت رو برخوردار باشد. و پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام همیشه توصیه میکردن به اصحاب و یاران و اهل بیت که نماز شب بخوانید. و در جایی از روایت صحیحی که متفق علیه است، هم بخاری مسلم روایت کرده اند، میفرماید حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در خونه اونها را زد، گفت که الا تصلیان، در خونه حضرت فاطمه و علی، این دوتا توی اتاق خودشون، خونه خودشون بودن. پیامبر رفت شب در خونه رو زد و گفت که آیا نماز نمیخونید؟ یعنی نمیخواد نماز شب بخونید. این نماز واجب نبود، ولی پیامبر اکرم علیه السلام به خاطر اهمیت اون، به خاطر اینکه دروازه رحمت و دخول به رحمت خداوند، وجود مناجات با خداوند و قرب خداوند بودند و نزدیک بودن به خداوند است. و از همه نوافل مهمتر نماز شب هست. و از سالم ابن عبدالله ابن عمر روایت شده است که در رسول الله علیه السلام به ابن عمر گفت که نعم الرجل عبدالله، گفت عبدالله آدم خیلی خوبیه، لو کان یصلی من اللیل، اگر نماز شب میخوند دیگه حرف نداشت. و در اونجا میگه سالم گفت که کان عبدالله بعد ذلك لا ینام الا قلیلا، بعد اینکه پیامبر این رو فرمود عبدالله ابن عمر میگه شب رو نمیخوابید مگر پاس اندکی از شب رو میخوابید، بقیه شب رو مشغول عبادت بود. روایت فراوان هست و در باب فضیلت و اهمیت نماز شب، همونطوری که در سوره مزمل هم میفرماید یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، این دوتا موضوع با همن. ببینید چرا طول قیام در شب ستودنی است، چون طول تلاوت قرآن هم درش هست. وقتی که کسی نماز میخونه، شما قیام رمضان رو در نظر بگیرید، شبهای رمضان رو نماز میخونید، برای اون که میتونن قرآن بخونن، حفظ هستن، طولانی بخونند. خداوند فرمود قم اللیل الا قلیلا، شب رو بیدار شو مگه اندکی از اون رو بخواب، بقیه رو بیدار شو نماز بخون. او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، یا اینکه بر اون اضافه کن حتی و قرآن رو ترتیل کن. و در اینجاست که انسان حتی اگر اندکی از شب رو هم بتونه شروع کنه، شروع کنید با حتی اگر دو رکعت از نماز بوده، این دروازه از رحمت رو بر روی خودتون نبندید، با دو رکعت نماز شروع کنید و کم کم اون رو اضافه کنید. این یکی از دروازه های مهم ورود به رحمت الهی و ورود به بهشت برین هست. در حدیثی از رسول الله علیه السلام می فرماید یا ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا باللیل و الناس و نیام، ای مردم چند تا موضوع رو بهشون گفت که مواظب باش، این چند تا کار رو انجام بدید. افشوا السلام یعنی به همدیگه سلام بدید. ببینید بهترین چیزی که لفظی که اسلام به ارمغان آورده برای مردم السلام علیکم هست. وقتی که سلام میکنید به هم دیگه، به هم سلام میفرستید، درود میفرستید، این دلیل بر رحمت الهی، دلیل بر صلح، دلیل بر دوستی و محبت است. بعد فرمود اطعم الطعام، غذا بدید به نیازمند. بعد اون فرمود وصلوا باللیل و الناس و نیام، و به شب نماز بخونید در حالی که دیگران خوابیدند. این سبقت جستن، پیشی گرفتن از اینجا، از اینها، اون لحظه هاست. اون لحظه خیلی مهمه. ببینید کجا میخواید پیشه بگیرید. در اون لحظه هایی که دیگران در خوابند تو بشتاب، تو بشتاب که پیشه میگیری و از دیگران سبقت میگیری. اونهایی که میخوان مثل دیگران باشند، میخوان همون جایی که دیگران ایستاده اند بیستند، میخوان همونجا انتهای صف قرار بگیرند. اونهایی که میخوان همیشه آخر صف میان، آخر قرار میگیرند، آخرین رکعت از نماز جماعت میرسند. اینها همونطوری که پیامبر فرمود
مردمانی هستند که نمازهایشون رو انقدر تأخیر میندازند تا خداوند اونها رو در زندگی دنیا هم تأخیر میندازه. یعنی همونطوری که در نمازهایتون آخرید، در بهشت هم آخر خواهید بود، در دنیا هم آخر خواهید بود و همیشه دنبال رو دیگرانید. چرا پیشتاز نباشید؟ چرا وقتی که دیگران در خوابند، وقتی که دیگران در مشغول ملذات دیگه هستند، تو مشغول کار جدیتری نیستی؟ تو مشغول کاری نیستی که تو رو شیرین تر کند در پیشگاه خداوند؟ چرا در قرب خداوند نباشیم و اون لحظه ای که مردم مشغول ملذات، مردم مشغول ملهیات و سرگرمی های فراوان هستند، تو مشغول کاری نباشی که هم دلت به اون خوش هست و هم ارزشت رو افزون میکنی، قیمت خودت رو بالا میبری، قیمت معنوی جایی که وزن داشته باشی نزد خداوند. ببینید روز قیامت همه وزن میشوند. خداوند در مورد مشرکین میفرماید که اونها هیچ وزنی ندارند نزد خداوند، ارزشی ندارند. و ما هست که باید به خود ارزش بدهیم، به خود بها بدیم و به خود بها دادن با نزدیک شدن به رسول قیام شب و نزدیک شدن به خداوند هست. پیامبر اکرم علیه السلام می فرماید افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة اللیل. بهترین روزه بعد از روزه ماه مبارک رمضان روزه عاشورا و تاسوعا هست و بهترین نماز هم بعد از نمازهای پنجگانه نماز شب هست. پس نماز شب رو از دست ندیم. ببینید وقتی که یکی از ما میخوابیم، شیطان میاد، خلاصه میاد و به هر وسیله ما رو میخواد بیشتر در خواب غرق کنه. به خاطر همین میفرماید هر کسی که میخوابد شیطان سه تا گره بر سر اون میزند. این میگه بخواب، شب طولانیه. اگر این شخص بیدار شد و ذکر خدا گفت، یک گره باز میشه. اگر رفت وضو گرفت، گره دوم. و اگر نماز خوند، هر سه گره باز میشه. فاصبح نشیطا طیبا نفسی، روز رو اینگونه شروع میکنه که بسیار بانشاط و روان بسیار پاکی داره. ولی اگه برعکس این بود، یعنی خوابید تا دم صبح، خوابید و نماز صبحش هم به زور خوند، اصبح خبیثا نفسی کسلان، روز رو اینگونه شروع میکنه که با نفس و روان بسیار خبیثی و بسیار تنبل و کسل. این یکی از حکمت‌های مهم نماز شب هست. سعی کنید برنامه ریزی کنیم و این مقدار کمی که از رمضان مونده است رو، لیلة القدر رو از دست ندیم، نماز شب رو از دست ندیم. تا برنامه دیگر هم شما به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.